چگونه بر احساسات منفی خود در مورد پول غلبه کنید. چگونه بر احساسات منفی خود در مورد پول غلبه کنید؟ احساسات و تفکرات منفی چیزی است که احساسات و افکار ما را هدایت می کنند و باعث آزار و اذیت ما می شود. افکار منفی به این ویژگی در مورد پول یک نگرانی است، بنابراین وقتی اولویت های ما نامشخص یا ناهماهنگ می شوند، تمایل داریم که وضعیت مالی خود را سرزنش کنیم و احساسات منفی را در مورد پول نگه داریم. 6 علامت هشدار دهنده تفکر منفی. با تلاش برای آزادی مالی، این امکان برای افراد وجود دارد که با هر گونه احساسات منفی در مورد وضعیت مالی کنار بیایند و بر آنها غلبه کنند. برای انجام این کار مهم است این 6 عامل و نحوه اعمال در زمانی که به امور مالی و پول فکر میکنید را درک کنید. علامت اولی، بدبینی. شما تمایل دارید روی جنبه های منفی افراد پولدار تمرکز کنید و در هر کاری که انجام میدهند ایراد بگیرید، حتی اگر آنچه فکر میکنید به اساس باشد. علامت دوم، پیچ پیچ های مخرب درونی. وقتی احساسات منفی بر ما غلبه می کند، تمایل داریم درگیر پیچ پیچ های درونی شویم که در دراز مدت می تواند بسیار مخرب باشد. علامت سوم، ترس از بدترین. شما تمایل دارید چیزهایی را تصور کنید یا موقعیت هایی را در ذهن خود در مورد آنچه انجام بدهید مانند سایر افرادی که پول دارند انجام دهید. علامت چهارم، شایعه پراکنی. ممکن است داستان های منفی در مورد دیگران و پول آنها به اشتراک بگذارید، زیرا به آنچه آنها دارند حسادت می کنید و در نتیجه احساسات شما کینه‌توز خواهد شد. علامت پنجم، شما حملات شخصی یا اظهارات ناپسندی در مورد نحوه مدیریت شریک زندگی یا سایر افراد از طریق پول خود انجام می دهید. علامت ششم، سوء ظن. شما به افراد خاصی مشکوک هستید، زیرا دارایی های آنها از شما بیشتر است و مشکوک هستید که آنها یک برنامه مخفی در پشت آنچه میگویند یا انجام میدهند دارند. لطفاً نظرات و پیشنهاداتتان را در بخش کامنت بنویسید. برای همکاری با ما لطفاً کانال نگاه نو را سابسکرایب کنید و لایک بزنید. تشکر از همراهی شما. امیدوارم این موضوع برای شما مفید واقع گردد. بهروز باشید.